این بانوی کانادایی که خبرنگار یکی از رسانه آن کشور است، انگام تهیه گزارش درباره پناهجویان ولایت هلمند در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل ربوده شد. گفته می شود ربایندگان با استفاده از راه‌های سخت گذر توانستند این بانو را به ولایت میدان وردگ ببرند. با این همه ریاست امنیت ملی تاکید می‌ورزد که عملیات جستجوی این بانوی کانادایی از زمان آغاز تا اکنون جریان داشت و بالاخره این بانو دیشب نجات یافت. خبرنگار کانادایی که دیشب به مقامات کشورش در افغانستان تسلیم داده شد میگوید که ربایندگان وی را در یک چاه نگهداری می‌کردند. چاهی کوچکی بود که در برابر یک دیوار قرار داشت و میان چاه و دیوار مجرای کوچکی را برای داخل شدن هوا گذاشته بودند. با ارتباط قضیه سه نفر از افراد دست دوم گروه اختطافچیا که در این قضیه اونا زی دخل بودن دستگیر شده، هویت سه نفر از افراد رده اول مربوط به این گروه اختطافگرا توسط موظفین ما تثبیت شده که در ارتباط به دستگیری از اونا کار جدی ادامه دارد. از جمله سه نفر افراد اول، یک نفر از او به خارج از کشور فعلا فراری است که به خاطر تثبیت شناساییش و دستگیریش کار ادامه دارد. در همین حال ریاست امنیت ملی از نصب تصاویر افراد در چهارراه‌های شهر کابل خبر می‌دهد که به گفته این ریاست در جرایم گوناگون دست دارند. فوتوهایشان را در محلات مختلف شهر کابل تکثیر کردیم، نصب کردیم و جوایز هم در نظر گرفته شده. به خاطر گرفتاری از اونا امیدوار هستیم همه تو که تا فعلا مردم شهر کابل و سایر ولایات با ارگانهای امنیتی بالخصوص با امنیت ملی در همکاری بودن، با تکثیر همین فوتوها ما بتانیم که تعداد زیاده از افراد اختطافچی را که در حالت اختفا به سر میبرن اونا را تثبیت و گرفتار بکنیم. شماره از باشندگان کابل با استقبال از این اقدام ریاست امنیت ملی خواهان مجازات مجرمان هستند. این اقدام بسیار اقدام نیک است چون اینا باعث اذیت آزار همه مردم و اطفال و مردم میگردند. خوبتر شد که معلوم شود کلگی با چهره از این آشنا شود. با چهره از این که مردم آشنا شود با مردم بهتر است. نفر نمیتونه یک طفل خورد خود دو ساله یا پنج ساله را تا دم دکان یا نانبایی یک جای روان کنه. اول این است که اگر دولت واقعا دولت اسلامی است، شکر الحمدلله کمی اختطافگرها یا قاتلا یا هر کسی که یک جنایت یک چیز میکنه که اگر یا ادام شد یک نفر دیگه هم از یا فند میگیره. آدم رو با یکی از نگرانی های عمیق مردم به شمار میرود و شهروندان کشور بارها خواهان پیگرد و مجازات عاملان این رویدادها شدند.